ما همچنین بر همکاری مشترک برای جلوگیری از دستیابی ایران به یک بمب هسته‌ای تأکید کردیم، حتی در حالی که مذاکرات با ایران برای دستیابی به یک توافق جامع در جریان. در رابطه با روسیه، روسیه تمام توافقاتی که در توافقنامه مینسک بهش متعهد شده بود رو نقض کرده. به جای اینکه نیروهای خودش رو خارج بکنه، نیروهای سنگین وارد اوکراین کرده و با کمک روسیه تحت طالبان موفق شدن که بخشای بیشتری از اوکراین رو اشغال بکنن و مردم بیشتری رو در اوکراین بیجا بکنن. من میخواهم از آنگلا تشکر بکنم به خاطر رهبری قوی که در این رابطه به خرج دادن. صدر اعظم مرکل و جو بایدن معاون من ملاقات کردند با رئیس جمهور اوکراین. ما کماکان به تلاشمون برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک اشاره میدیم و هر دو بر این باور هستیم که قرن 21 نمیتواند که شاهد این باشه که ما ساکت بشینیم در حالی که مرزهای اروپا به زور اسلحه تغییر میکنند. بنابراین ما امروز تصمیم گرفتیم که به افزایش توانمون در اروپا ادامه بدیم. ما به کار با صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اوکراین ادامه خواهیم داد و صحبت کردیم در رابطه با اینکه چگونه می شود به اوکراین کمک کرد برای کمک به خودش، و ما موافق هستیم که تحریم‌ها علیه روسیه باید کماکان حفظ بشن، در حالی که ما تلاش می‌کنیم برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک. ما به صراحت اعلام می‌کنیم که اگر روسیه بر مسیر خودش ادامه بده، مسیری که باعث خسارات عظیمی برای خود روسیه هم شده، انزوای روسیه چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی تشدید خواهد شد. در رابطه با پرونده اتمی ایران همکاری می‌داریم که الان وارد مرحله حساسی از مذاکرات شدیم. اولویت دادیم ما به درگیری میان اوکراین و روسیه. امروز صحبت کردیم. ما هر دو به ارزش‌هامون یکی هست و اون این است که حاکمیت ارضی اوکراین نباید نقض بشه. این مسئله، این یک اصلی است که در رابطه با همه کشورها صدق میکنه و این چی مسئله هست که یک نکته اساسی هستش که با ما به اون پایبند خواهیم بود و روسیه هست که الان نقض کرده حاکمیت ارضی اوکراین رو در لوهانسک و کریمه. بنابراین ما خواسته شده که الان راه حل پیدا کنیم، اما نه به عنوان میانجی. اما باید بگویم که ما در واقع حافظ منافع نظم اتحادیه اروپا هم هستیم. ما این تلاش ها را ادامه خواهیم داد با آمریکا در رابطه با بحران اوکراین. ما همکاری و تماس بسیار نزدیکی با ایالات متحده و اروپا داریم در رابطه با تحریم ها و دیگر طرح‌ها و پروژه و برنامه‌ها، و اون رو ادامه خواهیم داد. و این شاید یکی از مهمترین پیام‌هایی که ما میتونیم به روسیه بدیم، و باید این پیام رو به روسیه بدیم که ما به دنبال راه حل دیپلماتیک خواهیم بود، با وجودی که خیلی عقب نشینی شده در این زمینه. و اما باید ببینیم که همه طرف‌های این درگیری حاضر باشن که بیان و به دنبال راه حل دیپلماتیک باشن. این بحران راه حل نظامی نداره.